که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره یه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت برای فاطمه صدا ما شناست، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت، بابل هوایت، بابل هوایت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اعوذ بولایتک یا امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیك یا رسول الله و على اهل بيتك المظلومين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا با به روی امیر المؤمنین فرج امام زمان رو برساند. نسألک اللهم بروح علی ابن ابی طالب علیه السلام الذي لم یشرک بالله طرفة عین ان تعجل فرج مولانا صاحب الزمان. هدیه محضر حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین و سیدت نساء العالمین جهت عرض تسلیت به محضر بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداءهم. امام صادق علیه السلام فرمودن ولا که یوم مهنتنا به کربلا، هیچ روزی بمانند روز مهنت ما در کربلا نیست. و انکان یوم السقیفه و احراق النار علی باب امیر المؤمنین سلام الله علیه والحسن والحسين وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل المحسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر. روزی که حمله کردند به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و زهرای جوان را کشتند، آن مادر کل شیعیان را کشتند. با کشتن محسن علی پشت در یک سوم سادات جهان را کشتند. اون روز برای ما سخت‌تر بود، تلخ‌تر بود و هولناک‌تر بود. چرا که لأنه اصل یوم العذاب، چرا که شمر و یزید و خولی و اخنس به جای خود، اما دلیل کرب و بلا چیز دیگر است. سر را عمر برید و ابو بکر زد بنی، ما هرچه می کشیم همه از پشت آن در است. یا ابا عبدالله، گرچه عاشور تو خونین ورق تاریخ است، زخمهایت همگی زیر سر یک
میخست. مرحوم سید بحرالعلوم چه فرمود؟ و ما رماه و اذ رماه و حرمله لکنه رماه و من مهدله. وقتی که حرمله تیر زد، حرمله که نزد، در حقیقت آن کسی زد که بستر را برای او فراهم کرد. لذا در زیارت عاشورا ما را میفرستند سراغ کسی که اسست اساس الظلم و الجور، میفرستند به دنبال کسی که ممهدین لهم به تمکین بودند تا از اینها براءت بجوییم. و هفته اول ماه ربیع الاول هم همین هفته سیاه است که تمام ظلم ها و تمام جورهایی که در حق حضرات آل الله علیهم صلوات الله روا داشته شد، هر چه شد از همین هفته آغازین ماه ربیع الاول آغاز شد. خب بسیار میشنویم و میبینیم که در پایان روزهای پایانی ماه صفر و روزهای آغازین ماه ربیع الاول پیغام‌هایی می‌آید که پیغمبر اکرم چنین فرموده‌اند، که البته هیچگاه پیغمبر خدا چنین نگفتند، بلکه نسبت می‌دهند به رسول خدا حدیثی ساختگی را که فرموده باشند رسول مکرم من بشرنی، کسی که بشارت بدهد مرا به خروج ماه صفر من بهشت را به او بشارت می‌دهم. هیچگاه چنین روایتی در کتب شیعی وجود ندارد، بلکه اصل حدیث را مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار و در کتاب علل و شرایع خودشون آورده است و مرحوم علامه محمد تقی مجلسی پدر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در جلد 13 کتاب شریف روضة المتقین به این روایت اشاره می کند که پیغمبر خاتم، رسول معظم و نبی مکرم نشسته بودند در مسجد قبا و اصحابشان حوله مجتمعون دور پیغمبر اکرم حلقه زده بودند و نشسته بودند. رسول خدا فرمودند اولین کسی که از درب مسجد وارد بشود مردی است و شخصی است اهل بهشت. خب قام نفرون، یه عده‌ای که اونجا محضر رسول خدا بودن بلند شدند، برخواستند و گفتند که ما از مسجد خارج بشویم تا اولین کسی که وارد می شود ما باشیم و ما مصداق این حدیث پیغمبر خدا باشیم. یه عده‌ای بلند شدن، عده‌ای هم ماندن محضر رسول خدا. پیغمبر به اینهایی که مانده بودند فرمودند یک قید به مطلبی که گفتم اضافه کنم، اولین کسی که وارد شد به این شرط، به شرط این که مرا به خروج ماه آذار بشارت بدهد. حالا ماه آذار ماه رومی است و میدانید سومین ماه رومی است که حدود 5 روز مانده به فروردین آغاز می شود و 5 روز مانده به اردیبهشت پایان می یابد. فرمودن کسی که بشارت بدهد مرا به خروج ماه آذار و کسی که وارد بشود من بهش را به او بشارت میدهم. خب یه عده آمدند و پیغمبر فرمودند در کدام ماه از ماهای رومی هستیم؟ جناب ابوذر گفت که یا رسول الله ماه آذار پایان یافته است. حضرت فرمودند میدانستم که ماه آذار تمام شده، اما میخواستم فضیلت تو را و شرافتت را بگویم به تمام مردمان تا اگر روزی تو را در راه محبت و ولایت شاه مردان شیر یزدان حضرت حیدر دلدل سوار امیر عوالم حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین سلام الله علیه تو را قریبانه تبعیدت کردند و قریبانه جان دادی، مردمان بدانند که روزی من گفتم که تو مردی از اهل بهشت هستی. میبینیم که در این روایت نه اسمی از ماه صفر آمده و نه ربطی به ماه صفر دارد و حتی خود ماه آذار پایانش هم هیچ ارتباطی ندارد و هیچ موضوعیتی نداره، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله این را بهانه ای کردند تا فضیلت و کرامت و شرافت جناب ابوذر را به مردمان نشان بدهند. عده‌ای گفتند که عزاداری کردن در هفته آغازین ماه ربیع الاول به نیت حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها این بدعت است. اصلا عزیزم معنای بدعت چیه؟ مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف این غواص بهار الانوار، او وقتی که میخواهد بدعت را معنا کند میگوید که ما حدث فی الشرع بعد الرسول، چیزی که بعد از پیغمبر اکرم وارد شرع بشود و دلیل خاصی در روایات نداشته باشیم و لم یکن داخلا فی العمومات، روایات عامه را هم مشمول نشود، این می شود بدعت در دین. خب این که ما محزون باشیم با حزن حضرات آل الله و شاد باشیم با شادی اینان، این کجاش می شود بدعت؟ مگر نفرمودن امام صادق علیه السلام که شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا،
شیعیان ما خلق شده اند با اضافه گل ما، که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با شادی ما شیعیان شادند و با ناراحتی ما شیعیان ناراحتند. خب ادعی حرفشان این است که بله، ما میدانیم که باید با ناراحتی حضرات اهل بیت علیهم السلام ناراحت باشیم، اما خب هفته اول ربیع الاول هفته هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. پاسخ چیست؟ ببینید رفقا، در کتب فریقین، کتابهای تاریخی اهل خلاف و روایات شیعه، فراوان ما داریم ادله ای که ثابت کند تاریخ هجوم به خانه حضرت زهرا ام الائمه النجبا سیدت نساء العالمین سلام الله علیها، فراوان دلیل داریم که همین هفته آغازین ماه ربیع الاول بوده است و این هفته همون شومترین هفته تاریخ است و همان هفته ایست که تمام ظلم ها و جورهایی که به حضرات اهل بیت علیهم السلام وارد شد، شروعش و آغازش در همین هفته و در همین ایام بوده است. خب به اقتضای وقت بنده 4 دلیل متقن تاریخی رو در روایات عرض میکنم. اولین دلیل در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه که از اهل خلاف و از علمای اونها هست، او وقتی که حوادث بعد از شهادت رسول خدا رو ذکر میکند، میگوید که با ابوبکر بیعت شد و او فرستاد دنبال امیر المؤمنین سلام الله علیه قنفذ را، و قنفذ آمد و گفت که عجب خلیفت رسول الله، خلیفه پیغمبر را اجابت کن، پاسخ بده. امیر المؤمنین چه گفتن؟ لسری اون ما کذبتم علی رسول الله، چقدر زود به پیغمبر اکرم دروغ بستید، چقدر زود دروغ بستید. یعنی چی؟ یعنی فاصله ای نبوده است بین شهادت رسول خدا و این احضار امیر المؤمنین. و میبینیم که بدون هیچ فاصله ای دارد ابن قتیبه ماجرا رو نقل میکنه، نمیگه پیغمبر به شهادت رسیدن، یه ما بعد با ابوبکر بیعت شد، دو ما بعد فرستادن دنبال امیر المؤمنین. بعد میگه قنفذ آمد و خبر داد که من به علی گفتم و پاسخ چنین شنیدم که لسری اون ما کذبتم علی رسول الله، ثم قام عمر فمشا معه جماعتون حتی اتو علی باب فاطمه سلام الله علیها، عمر بلند شد و جماعتی همراه او تا آمدند پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، جایی که انبیا همگی خادمان دوبس، لعنت بر آن که آمده و بی حیا شده. فدق الباب، در زدن، فلما سمعت اصواتهم، وقتی که سیدت نساء العالمین صوت اینان را شنیدند، نادت به اعلی صوتها باکیتن، با گریه با صدای بلند چنین ندا دادند که یا رسول الله ما ذالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. ببین یک سنی آورده این کتاب، این مطلب رو در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 19 و ماجرا را متصلا نقل میکند که یا رسول الله ببین ما چه کشیدیم بعد از شما از دست ابی بکر ابن ابی قحافه و عمر ابن الخطاب. دومین دلیل متقن کتابی است به نام تفسیر عیاشی که از دانشمندان قرن 4 است و شیعه می باشد، روایتی از قرآن به حق ناطق و بحر حقایق جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه آورده است که حضرت فرمودند عمد عمر و فبای ابا بکر ولم یدفن رسول الله بعدو، عمر برخاست و با ابی بکر بیعت کرد و برای او هم بیعت گرفت. در چه حال این کارو کرد؟ که لم یدفن رسول الله، که پیغمبر اکرم هنوز دفن نشده بودند. فلما را ذلک علی علیه السلام، وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو دیدند، فرغ الی کتاب الله، نشستند در خانه تا قرآن را به دستور و وصیت پیغمبر اکرم جمع کنند. فارسل، خب شما میدونید ما در عربی یک ثمه داریم که به معنای سپسه، اما سپس با فاصله، یعنی این اتفاق افتاد، وقتی که میگیم ثمه یعنی بعدش با یک فاصله اتفاق دیگر افتاد، وقتی که فا به کار میبریم میگیم فارسله، یعنی بلا فاصله این اتفاق افتاد. فارسله ابوبکر الی، ابوبکر فرستاد دنبال امیرالمؤمنین، فقال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمودن لا اخرج حتی اجتمع القرآن، خارج نمی شوم مگر اینکه قرآن را جمع کنم. فارسل الیه مرتن اخرى، دفعه دیگری فرستاد دنبال امیرالمؤمنین، حضرت چنین فرمودند که خارج نمی شوم از خانه مگر جمع آوری قرآن پایان یابد. فارسل الیه الثالثه عمر رجلا یقال له قنفذ، دفعه سوم عمر کسی به نام قنفذ علیه لعن الله را
علیه ما لعائن الله رو فرستاد یا صاحب الزمان. دیگه در این دفعه سوم عبارت این است که فقامت فاطمه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها برخواستند، تحول بینه و بین قنفذ، امیر المؤمنین سلام الله علیه در خانه نشسته بودند، قنفذ آمد امیر المؤمنین را ببرد، حضرت زهرا سلام الله علیها خودشان را سپر کردند، امام صادق علیه السلام فرمودند فضربها، اینجا بود که نامرد بود قنفذ اندر لباس مردان، میزد کتک زنی را بی جرم و بی بهانه، و ما هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. چگونه میتوانیم شاد باشیم در این ایامی که به مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت شد؟ گریه کنید مادر ما بی پناه بود، گریه کنید مادر ما پا به ماه بود. فنتلق قنفذ و لیس معه علی، قنفذ برگشت گفت حضرت زهرا رو زدم ولی اون نگذاشت که من علی رو بیاورم. فخشی عمر ان یجتمع علی علیه السلام الناس، عمر ترسید که امیر المؤمنین مردم رو جمع کنن. فامر به حتبن، اینجا بود که دستور داد هیزم جمع کنن. خب چقدر هیزم جمع کردن؟ کتابیست به نام مثالب النواسب ابن شهرآشوب، آنجا آورده است که آنقدر هیزم آوردند به دور خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. ما یک موقع گمان نکنیم که اینها هیزم آوردند تا آتش بزنند در را، نه خیر، اینقدر هیزم آوردند که معصوم بسوزانند. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند تورید ان تقطع نسل رسول الله، تو آمده ای و قصد داری که نسل پیغمبر خاتم را قطع کنی. تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 307 که میگوید فامر به حتبن و با فا به کار میبرد، یعنی هیچ فاصله ای نبوده است. پیغمبر از دنیا رفتند، ابوبکر فرستاد دنبال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین چنین پاسخ دادند، قنفذ آمد جسارت کرد و بعدش هم عمر آمد و هیزم آورد به اطراف خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، آنقدری هیزم که تا یک ماه همسایه ها هیزم می‌خواستند، از پشت خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جمع می‌کردند. سند سوم امالی مرحوم شیخ مفید صفحه 50، اونجا آورده است، در این کتاب آورده که شخصی به نام ثابت ابن قیس آمد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد که آقا جان، شمایی که حق با شماست، چه شده است که خار در چشم استخوانت در گلو، فارغ از هر صحبت و هر گفتگو، نشستید و دنباله کار خیش گرفتید، و اگر که حق با شما باشد، شما لازم است که دست به شمشیر ببرید و حرکتی کنید و قیامی کنید. امیر المؤمنین چه فرمودن؟ فرمودن مگر نمیبینی؟ میخواهند ارادو ان یحرقو علی بیتی و ابوبکر علی المنبر یبایع له، در حالی میخواهند حمله کنند و خانه مرا آتش بزنند که ابوبکر روی منبر است و دارن باش بیعت میکنن. توجه کردید؟ فرمودند در حالی آمدند خانه مرا آتش بزنند که ابوبکر روی منبر داره باش بیعت میشه. خب ابوبکر کی داشت بیعت میشد؟ در همین آغازین روزها بود. در روایت امام صادق عرض کردم هنوز پیغمبر اکرم دفن نشده بودن، اینا داشتن با ابوبکر بیعت میکردن و در همان روزهای آغازین اینها تصمیم به آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته بودن. و مسعودی که او هم از دانشمندان قرن چهارم هست و بسیاری به مانند مرحوم امام قانی او رو شیعه میدانند، او چنین آورده است که الف علی علیه السلام القرآن و خرج الی الناس فقالوا لا حاجت لنا فیه، امیر المؤمنین علیه السلام قرآن رو جمع کردن آوردن به مردم عرضه کردن و گفتن ما نمیخوایم این قرآن تو رو، وا مظلوما، چقدر مظلومیت، لا اضحک الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهروا مشردون نفو ان اغردارهم کأنهم جنوا ما لیس یغتفروا، چقدر مظلوم. امیر المؤمنین سلام الله علیه قرآن رو آوردن عرضه کردن، بعد اینا گفتن قرآن رو نمیخواهیم. امیر المؤمنین علیه السلام برگشتن منزل. ببینید متصلن داره ماجرا نقل میشه، پیغمبر به شهادت رسیدند سلام الله علیه، بعد از شهادت رسول خاتم فرستادن دنبال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین در خانه نشستند، قرآن جمع کردند، آمدن قرآن رو عرضه کردن، مردم گفتن قرآن رو نمیخوایم، برگشتن خانه، عده‌ای از کسانی که مخالف حکومت بودن هم آمدن منزل امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینجا بود که فهجموا علیه،
دستگاه شوم سقیفه هجوم بردند به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و احرقوا بابه، در به خانه را آتش زدند و استخرجوه منه کرها، به زور امیر المؤمنین سلام الله علیه را بیرون آوردند و نور را بر سوی ظلمت میبرند، شاه را سوی رعیت میبرند و ضغطوا سیدت النساء بالباب حتی اسقطت محسنا، حمله کردند و کشیدند و بردند و با خود نگفتند محسنم که بهر تو 6 ماه زحمت کشیدم، آمدند جوری جسارت کردند که اسقطت محسنا، حضرت زهرا سلام الله علیها اون فرزندی که در بطن داشتند حضرت محسن سلام الله علیه را سقط کردند. خب این 4 دلیل متقن که اشاره به این دارد که در آغازین روزهای شهادت رسول خدا و در هفته اول ماه ربیع الاول حمله شده به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما روایات دیگری که اشاره دارد مثلا حضرت باقر علیه السلام فرمودن کان بد و مرضها، شروع بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها 50 لیله بعد وفات رسول الله، 50 روز بعد از وفات پیغمبر اکرم شروع بیماری سیدت و نسا بود. یا اینکه ثم مکثت 40 صباحا، 40 روز بودند و بعد از 40 روز این اتفاقات افتاد. ببینید عزیزم، معنای این روایات این است، چون میدانیم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها معلول 2 علت است. 1، حمله ای که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها کردند، و 2، ماجرای کوچه که در آن گذر تنگ ندانم که چه ها شد، ثانی سگ هاریست ز قلاده رها شد. بعد از شهادت، بعد از حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز رمقی در پیکر بیبی بود، از خانه خارج می شدند، خطبه فدکیه خواندند، تا احد می رفتند، بیت الاحزان می رفتند. اما بعد از ماجرای کوچه که حدود 40 یا 50 روز بعد از شهادت پیغمبر اکرم اتفاق افتاده است، دیگه بعد از این ماجرا اتفاقی افتاد که دعائم الاسلام می نویسد که در خانه ماندند و لزمت الفراش و نحل جسمها، حضرت زهرا ماندند در خانه و پیکرشون روز به روز آب می شد، چو شمع و دختر او همچو پروانه گرد مادر بود، بانوی خانه با 2 چشم کبود، اشک ریزان به فکر شوهر بود، با همه خوندلی دلش خوش بود که فدایی راه حیدر بود، گفت دلم بهر علی می سوخت چون قنفذ مرا می زد. ممکن است کسی بگوید چگونه می شود همین هفته اوله شهادت پیغمبر اکرم اینا گفتن حمله به خانه حضرت زهرا، حمله کردن، نه خانی آمده نه خانی رفته. درست حمله کردن، اما حمله نیاز به مقدمه چینی دارد، حداقل باید مثلا یکی 2 ماه حکومتش بذاره مستقر شه بعد حمله کند. ببین برادر من، پاسخ این است، جواب این است که اینها بعد از شهادت پیغمبر که تازه به این فکر نیفتادند، بلکه امام از سلام الله علیه به سعد ابن عبدالله اشعری قومی فرمودن از همان روزهای آغازین هدف اینها از اظهار اسلام این بود. اینها اظهار اسلام کردند تا اینکه طمع کرده بودند تا بنشینند بر منبر رسول خاتم و غصب کنند حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه را. لذا اگر که پیغمبر رو کشتند، میدانیم اینها قاتل پیغمبر بودند، اگر واقعه هرشا، واقعه عقبه، مقدم چینی ها برای شهادت رسول خدا، تخلف از جیش اسامه، این که به صنح رفت ابی بکر ابن ابی قحافه، تمام این ماجراها که ابن تیفور متوفای 282 میگه اون تعدادی که آمده بودند با چوب و چماق برای ابو بکر بیعت میگرفتن، اینها لباس های یک دست و یک شکل داشتن، چوب های یک شکل داشتن که مال یمن بود. یعنی چی؟ یعنی از قبل اینها برنامه ریزی کرده بودند، مقدمه چینی کرده بودند برای این ماجرا. یک کسی ممکن است بگوید که حضرت زهرا سلام الله علیها خب چجور می رفتن در خانه انصار و مهاجرین؟ ببینید طبق گزارشی که مرحوم سلیم ابن قیس هلالی از سلمان نقل می کند، رفتن به 3 شب در خانه انصار و مهاجرین، رفتن در خانه انصار و مهاجرین از همان روزهای آغازین شهادت پیغمبر اکرم اتفاق افتاده است. یعنی حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رفتن به در خانه انصار و مهاجرین است. اما خب بعد از این هم که حمله کردند، هنوز
پیکر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها این توان رو داشتن که از خانه خارج بشن به مسجد بیان. یه کسی دیدم که نوشته است خب چگونه حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و خطبه فدکیه خواندند و هیچ نشانه ای از کسالت در خطبه بی بی نیست؟ این چه حرفی است؟ نوشتن وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند مسجد و هی تجر رو به ادرائها چقدر خمیده شده بودند که این لباس حضرت روی زمین کشیده می شد. انه که انت انتن یک آهی کشیدن حضرت، انه یعنی صوت المریض و شکوا، یک آهی کشیدن حضرت زهرا سلام الله علیها که اجهش القوم بالبکا، که تمام مسجد غرق قدر اشک و گریه و ناله شد. اجهش القوم بالبکا، تمام مسجد سوختند. اینها نشانه ایست از کسالت حضرت زهرا و اینکه قبل از حمله به خانه حضرت زهرا، قبل از خطبه فدکی حمله صورت گرفته بوده به خانه سیدت و نساء العالمین. بعد فریاد برآوردن که ما هذه الغمیزه فی حقی و سنت و ان ظلامتی، چرا چشمتون رو بستید نسبت به ظلمی که در حق ما روا داشته شده است. اوزی الحریم و اوزیلت الحرمه، حرمت ها را شکستید، حریم ما را شکستید. پس در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها هم گفتند از مظلومیت خودشان. خب چرا نگفتن محسن مرا کشتید؟ خب مردم همه دیده بودن که عمر حمله کرده. اما حضرت زهرا نیامدن از بازو بگن، نیامدن از پهلو بگن، آمدن از مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفاع کنن. مگر نبود از همون آغازین روزهای حمله به خانه بی بی که ام سلمه آمد گفت کیفه از بحته یبنت رسول الله ان علتکی، بی بی جان حالتون چطور است؟ حضرت فرمودن اصبحت و بین کمدن و کر، خیلی حالم بده. فقدن نبی و ظلم الوسی، تمام درد من این است که امیر المؤمنین غریب است. درد اصلی حضرت زهرا چه بود؟ درد اصلی حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومیت امیر المؤمنین بود. کسی در سن 18 سالگی پهلو نمیگیرد، کسی در خانهش از شوهر خود رو نمیگیرد، جوان وقت نشستن از کسی یاری نمیخواهد و تا برخاست دست خیش بر زانو نمیگیرد. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام. بقي الليل والنور ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا کی شود از تو بیاید خبری مهدی جان کی شود از تو بیاید خبری مهدی جان برسد این شب ما را سحری مهدی جان ز فراق رخ تو تا به سحر نال زنم ناله دل شدگان را اثری مهدی جان آقا جان مادرت زهرا صدات میزنه تو رو به اون نالایی که میان در و دیوار زد تو رو به اون محسن ششمایی اول شهید راه ولایت دیگه بیا آقا جان مادرت گفت میان در و دیوار بیا که مرا حاصل خون پسری مهدی جان بین چسان سیلی دشمن رخ من کرده کبود که چنین تیر نگشته از قمری مهدی جان صورت نیلی خود را ز علی پوشاندم تا نبیند ز کبودی اثری مهدی جان این روزا چه جسارتایی که به امیر المومنین و زهرای مرزیه نکردن تا پیغمبر از دنیا رفت سقیفه تشکیل دادن خونه علی عزادار پیغمبره تو خونه عزادار گل میبرن طعام و غذا میبرن احترامش میکنن معمولا عزادار و دلداری میدن اما علی و زهرا رو چه جور دلداری دادن آتش بردن در خانه بین در و دیوار مثل همین روزا بود محسن علی شهید شد آخ
آخ به ای زن بن قتلت، به چه جرمی کشتنش؟ امام صادق فرموده فردای قیامت اول جلسه محاکمه که برگزار میشه. آخ میگن به چه جرمی محسن ابن علی رو کشتی؟ آخ آقا جان یا محسن ابن علی، بین در و دیوار شما رو کشدن. یا الله یا الله، من نمیدونم علی کجای ای عالم ای طفلشو دف کرده، من نمیدونم زهرا چی کشید. یا الله یا اخ یا رسول الله، کجا بودی میدیدی ای قوم چه کردن؟ یه شش ماه رو اینجا کشدن. یا الله یه شش ماه هم سراغ دارم کربلا. تا ابی عبدالله ای طفلش رو دست گرفت صدا زد علم تر همونی فرهمو حاضر رزی، اگه به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم کنید. مگه نمی بینی چجور داره تلزی می کنه؟ هنو حرفای ابی عبدالله تموم نشده بود، یه مرتبه دیدن یه تکان شدیدی تو بغل بابا خورد. ابی عبدالله یه نگاه کرد، علی داره بال بال میزنه. یا صاحب الزمان، آقا جان سخت‌ترین مصیبت تو کربلا شاید همین مصیبت علی اصغر بود که از طرف خدا تسلیت رسید. یا ابا عبدالله ایشین خاره رو به ما واگذار کن. یا الله بمیرم. آیا اخراوی میگه یه جا دلم به آل حسین سوخ، اون جایی که دیدم این شیرخواره رو زیر عبا گرفته، هی سمت خیمه میره میبینه مادرش منتظره بر میگرده. بچه ها دست بابا خونی شده، گمونم شیش ماه قربونی شده. حاجی شش ماه من، بابا تو شرمنده نکن، وقتی گلوت تیر میخوره به صورتم خنده نکن. دیدن ابی عبدالله اومد پشت خیمه، یه گودالی رو حفظ کرد خواست علی رو بذاره، دیدن داره مادرش میاد، صبر کن پسر فاطمه بذار بچم رو ببینم. هر کجا هستی صدامو میشنوید ناله بزنید یا حسین یا حسین.
تو را با تیر آتش بار کشتم، علی اصغر چی میگه این شش ماهه مدینه به شش ماهه کربلا؟ تو را با تیر آتش بار کشتم، مرا بین در و دیوار کشتن، اگر قصب حق از حیدر نمی شد، حسین ابن علی بی سر نمی شود. لعن الله قاتلی فاطمه الزهرا، لعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك يا ابا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا، الهی عظم البلا، و برح الخفا و انکشف الغطا الرجاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.